الرحمن رحیم، در میانه این حیاهوی تبلیغاتی از یک سو و عملکرد غیر اخلاقی برخی مدعیان دینداری و انتصاب عملکرد خود به صحبت مقدس دین از سوی دیگر ارائه برنامه ای که به تبیین مبانی عقیدتی و تشریعی و اخلاقی دین بپردازد بیش از هر زمان دیگری ضروری می نمید. در این مسیر و با استعام خداوند تبارک و تعالی و در پرتو آموزه های متعالی اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین و سیره نظری و عملی زوات مقدس معصومین صلوات الله علیه اجمعین برنامه با عنوان برمدار دیانت از شبکه جهانی سلام تقدیم شما بینندگان و همراهان گرامی خواهد شد بر مدار دیانت تلاشی رسانه‌ای برای تبیین و تشریح آموزه‌های اسلامی بر های گوناگون فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بر مدار آموزه ها تعالیم و سیره عملی اهل بیت الله و علیه مجمعین و در راستای اراهی نگاهی نو به مقولات روز جوامع انسانی حجت الاسلام و المسلمین محمد هدایتی هر سه شنبه ساعت ده صبح به وقت کالیفرنیا نه و سی دقیقه شب به وقت تهران با برنامه بر مدار دیانت با شما بینندگان عزیز خواهد بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین السلام علیک یا ابا صالح المهدی اجل الله تعالی فرجک سلام و درود و ادب تقدیم میکنم خدمت شما بزرگواران و عزیزان ایام مبارک و پر خیر و برکت ماه شعبان رو خدمت شما بزرگواران تبریک و تهنیت ارز می کنم ایام خجسته و مبارک ولادت های با سعادت حضرت امام حسین علیه السلام حضرت قمر بنی هاشم علیه السلام امام زین العابدین علیه و همچنین نیمه این ماه که ولادت با شکوه و سر تا سر با سعادت و سرشار از خیر و برکت ولی الله اعظم قطب دائره امکان امام زمان حضرت مهدی ارواح و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا و عجل الله تعالی فرجه شریف هست که خداوند سبحان رو سپاس میگوییم که چنین توفیقی پیدا کردیم که باز ایام نورانی و پرخیر و برکت رو درک کنیم انشاءالله با فزونی معرفت ما نسبت به امامت نسبت به مبانی و اصول اعتقادات مذهبی و دینی در جهت عبودیت و بندگی گام مثبت اساسی و صحیح رو برد امامت که ملاک جهل و علم است شناخت امامت انسان رو در مسیر دانش و علم و معرفت قرار می دهد. عدم شناخت و درک امام انسان رو به سوی جهل و نادانی و انحطاط سوق میدهد همچنین در چند روز گذشته به سطح نبی مکرم اسلام معمولیت یافتن و رسالت خاطب الانبیا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم رو داشتیم که در برنامه گذشته فشرده در صحبت کردیم به آن آنقدر ارزش است و جایگاهش مهم که خداوند صبحان در آیه 164 در سوره مبارکه آل امران اون رو منت قرار می دهد برای مؤمنین پیامبر رو خداوند صبحان با سه مأموریت در این آیه و آیه دو سوره مبارکه جمعه یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه تلاوت قرآن تسکیه و پرورش نفس و نفوس و انسانها و همچنین تعلیم و تعلم و آموزش دادن و دانستن و دانا و عالم تربیت کردن این پیام مهم و اساسی قرآن است که با دانستن با علم با زدودن جهل است که انسان ها می توانند متکامل شوند و مترقی شوند و در مسیر پیشرفت و کمال و سعادت گام بردارند مطلبی دیگر و در واقع ادامه مطالب برنامه گذشته رو با نگاهی دیگه تقدیم حضور شما بزرگواران میکنم کنم ان شاء درباره اعیاد شعبانیه و ولادت اون بزرگواران و اون امامان و پیشوایان معصوم که در ماه مبارک شعبان ولادت اونها هست در برنامه های آینده با شما سخن خواهم گفت ولی مسئله بعثت که باید گفت متاسفانه در جهان اسلام این عید عظیم اونطور که باید و شاید حقش ادا نمی شود اگر بعثت خاتم الانبیا را آخرین پیامبر الهی را و هدف اون رو بهترین و مسلمانان بتوانند تبیین کنند برای جهانیان و انسانهای خسته و گمراه و ناامید و پژمرده امروز رو آشنا کنند با تعالیم حیات بخش زیبا انسانساز و جامعه ساز اسلام با آغوش باز میآیند اسلام رو میپذیرند تبلیغ و تبیین اسلام و صدور اسلام و آشنا کردن انسان ها با اسلام نیاز به خشونت و جنگ و خونریزی و آدم کشی و ایجاد ناامنی و بحران سازی نداره اون سیره و روشی رو که پیامبر تأسیس کردند و در طول حیات شریفشون ادامه دادند و انواع ناملایمات نامهربانی ها ظلم ها را برخیش پذیرفتند و تحمل کردند و از این طریق بود که قرآن می فرماد و رأیت الناس ای پیان بر تو می بینی یدخلون فی دین الله افواجا گروه گروه میآیند وارد مجموعه اسلام می و مسلمان میشن اسلام رو میپذیرند سرکرده یک قبیله رئیس یه اشیره می آمد کمتر از ساعتی در محضر نورانی پیامبر عظیم الشأن اسلام مجذوب اون اخلاق الهی و اون اخلاق کریم و اون خلق عظیم به تعبیر قرآن تسلیم اون خلق عظیم میشد اسلام با اخلاق توسعه پیدا کرد اساس و شالوده و زیربنای اسلام و زیربنای همه قوانین اسلام اخلاق است اگر وارد وادی ساختن انسان ها می شویم می بینیم که انسان سازی در پرتو و اخلاق وارد اجتماع می شویم جامعه سازی در پرده و اخلاق درباره آموزش و تربیت تحقیق می کنیم آموزش و پرورش در پرتو و اخلاق وارد سیاست و حکمرانی می شویم اون که حکومت می کند اخلاق است اخلاق رو به تعبیر بر جای قدر حضرت هایت الله ما سید صادق شیرازی در همه اجزای اسلام باید حاکم کرد اخلاق است که باید بر سیاست سوار شود بر همه قوانین سیطره پیدا کنه ولی امروز در بین جامعه اسلامی و جوامع اسلامی اخلاق سرکوب شده است کجاست سیره پیامبر کجاست اون پیامبری که قرآن میفرماید لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه اینکه قرآن میفرماید در پیامبر اسوه حسنه قرار دادم نمی فرماید پیامبر رو اسوه حسنه قرار دادم این لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه عنایت است روی مطلب یعنی در سخن پیامبر سرمشق نیکورا میبینید شما الگوبرداری صحیح در گفتار میخواهید داشته باشید پیامبر رو مطالعه کنید گفتارش رو روش سخن گفتنش رو مطالعه کنید اینکه پیام در پیامبر اسوه حسنه است یعنی در سیره پیامبر در روش پیامبر پیانبر با دوستان خودش چگونه ارتباط برقرار می کرد با جامعه با انسانها با جامعه چگونه ارتباط برقرار می کرد و با دشمنان خودش چگونه خب بازخانی تاریخ پیامبر و سیره پیامبر یک وظیفه است و تبیین و تشریح آن برای جهان امروز با گویش های مختلف با استفاده از تکنولوژی تبلیغات و جهان اعلام امروز تا حدی که دنیا باور کند این مطالب را و به اطمینان و یقین رسد مرحله دیگه است و کار در این مرحله دوم دشوارتر و سختتر چرا که رفتار مسلمان ها رو متاسفانه دنیای امروز این گونه که میبیند خشونتبار، خونبار، فاجعه آمیز این سربریدن ها، این کشتار این سونزاندن ها، این حمله ها وقتی که در کشورهای اسلامی عمل شنیع حجوم به اماکنی که معروفن به عنوان سفارتخانه خب دنیای امروز چه تلقی میکنه وقتی یک کشوری خودش پایبند اصول سیاسی بین المللی که امضا کردن و اتفاق بر اون دارن نیستن خب فلان کشور میلیون ها جمعیت داره وقتی این مردمان این انسان ها این توده مردم ولو انسان با اون حکومت خصومتی داشته باشه اختلاف سیاسی داشته باشه ولی وقتی حجوم به یک سفارت میشه مردمان اون کشور ها ها ده ها میلیون صد ها میلیون توده مردم اون چی که از تلویزیون میبینن چیه یک حمله وحشیانه و غیر انسانی از در و دیوار بالا رفتن پنجره و ساختمان را آتش زدن و شکستن این می شود یک رساندن پیام از طرف مسلمانان به جهانیان اگر ده ها ساعت سخنرانی کنی هزاران و میلیون ها کتاب چاپ کنی ده ها تلویزیون و ماهواره تأسیس کنی همین یک صحنه تمام اون زحمات رو بر سیره عملی پیامبر فراموش شده پیامبر با مخالفانش این گونه رفتار میکرد اگر اسم این حرکت ها رو میذاریم حرکت های خودجوش این انسان ها رو کی تربیت کرده من تربیت کردم که الان خودجوش جوشش میکنن و حرکت غیر انسانی انجام میدن اینا تربیت یافته دست من هستن این رفتار و سیره پیامبر نیست در برنامه گذشته گفتم این مرگ بر فلان و بهمان گفتن ها این سیره قرآن و سیره پیامبر نیست یه ضرب المثلی هست در زبان شیرین فارسی چاه مکن بهر کسی اول خودت بعدن کسی در زبان آمیانه مردم رواج داره این سخن اینکه همیشه برای دیگران مرگ و چاه بخواهیم اون مرگ اون افتادن ها اون سقوط ها اول برای خودمون فراهم میشه که میشه ببینیم ملت های کشورهای دیگری که مرگ مرگ نمیگویند و ما که همواره و همیشه شبان روزمان تبلیغاتمون تلویزیونمون رادیو و مجله و روزنامهمون همایشمون نمازمون عبادتمون همه و همه زندگی ما با مرگ و میر خواستن و نیستی برای دیگران همراه شده و توأم شده این نکبت و این بدبختی و این فقر و فساد و تنگی معیشت چرا چون از قرآن روی گردان تو شدیم چون از سیره پیامبر روی گردان شدیم چون برای دیگر انسان ها ولو غیر مسلمان نان دائما مرگ میخواهیم این روی گردانی از ذکر خداست و تحقق تحقق وعده قرآن من اعرض عن ذکری لهو معیشتن ذنکا ما فهش و ناسزا به این اون ندیم که دیگران برای ما این زندگی نکبت بار دنیایی رو درست کردن این فقر و فساد و فحشا و اعتیاد رو فراهم کردن این خودمانیم که این زندگی رو برای خودمون درست کردیم چطور؟ روی گردانده از ذکر خدا ذکر خدا چیه؟ ذکر خدا سیره اهل بیته ذکر خدا اصوه قرار دادن پیامبر است ذکر خدا دانستن تاریخ و سخن پیامبر و متخلق شدن به اخلاق پیامبر اسلام است روی گردانی از این ذکر خدا فَإِنَّ فا لَهُ مَعِيشَةً ظَنْكَا <applause> یعنی سخت ترین نوع زندگی سختترین نوع معیشت معیشت مادی مراد است که <applause> به دنبال اون طبیعتا از محلال روحی به دنبال خواهد داشت من لا معاش الله لا معادله ارتباط تنگاتنگ داره کاد الفقر ان یکون کفر بسا فقر کفر را به دنبال میاره کسی که معاش نداره کسی که زندگی روزمره دنیا نداره نمیتواند آخرتی درست و سعادتمند بیافریند و درست کند و تشکیل بده این معیشت ذن که قرآن وعده داده است همین رویگردانی از ذکر خداست تا زمانی که اخلاق پیامبر شیوه پیامبر سیره پیامبر در زندگی ما از پایین ترین افراد سطح جامعه گرفته تا بالاترین و بالاترین ایجاد نشود اینکه مردمان تباه کار می شود، جنایت کار می شود. این سمره تربیت حکمرانان و بزرگان هست در تمام سطوح جامعه تا زمانی که سیره پیانبر نهادینه نشود این معیشت رنگ رو ما خواهیم داشت سیره پیامبر باید باش آشنا بشیم دیگه از سخن گفتن و سخن دانستن و مطالعه کردن باید فاصله بگیریم در عمل آن رو پیاده کنیم الناس علی دین ملوکه مردم، دین یعنی آین، یعنی روش، یعنی کیش، یعنی چگونه زیستن، رفتار و گفتار و کردار در جامعه تحت و شعاع رفتار و گفتار حاکمان هست. حاکمان هر اون گونه که عمل کنند، بازتابش در سطح انجام میشه مردمان بر دین حکمرانان هستند لذا پیانبر که یک حاکم مطلق بود آمد اون دین و آینی که بر مبنای اخلاق بود تاسیس کرد مردم متخلق شدن از خشنترین انسان ها در بادیه و در وادی شبه جزیره حجاز بهترین انسان ها همانند سلمان و ابوذر ساخت در اعماق سیاه و تاریک دریا در ناب در صدف وجود اسلام پرورانید پیامبر اسلام تا جایی که پیامبر میفرماید آسمان سایه است ببخشید آسمان سایه نیفکنده است بر راسکوتر از ابوذر و زمین گسترانیده نشده, نشده است برای کسی راستگوتر از ابوذر ابوذر یک قطاع و طریق بود یک راه زن بود به تعبیر معروف یک دزد سرگردنه بود اسلام چه کرد با چه روش و منشی ابوذر رو اسلام پیامبر راه زن را دزد سر گردنه را ابوذر می کند اسلام امروز ما جوان پاک معصوم را دزد سر گردنه میکنه زورگیر در خیابان میکنه قطاع و طریق میکنه از اون یک وحشی ساخته این قانون دنیاست این قانون دنیاست این قانون مسلم دنیاست که الناس علا دین ملوکه هم. چه شد که دنیای آن روز تسلیم پیامبر شد برای اینکه اساس رو اخلاق قرار داد نه اساس رو تهدید نه اساس رو زندان کردن نه اساس رو خشونت ایجاد کردن هر کس بر علیه من حاکم سخنی بگوید به خیابان بیاید هر اختشاشی بشه هر خونی ریخته بشه هر مطلبی رخ بده به گردن خودشه چی یعنی خونش پای خودشه یعنی تهدید یعنی خشونت ایجاد کردن یعنی همون عمل مشرکان و ظالمان قبل اسلام رو ایجاد کردن همون برگشت به اعقاب که قرآن میفرماد به جاهلیت اولا پیامبر ربان بود بر همه مهربانی نسبت به دوستان که طبق قاعده است و علل قاعده است اگر کسی با دوستان خودش با هم فکران خودش مهربان نباشه که این دیوانه است دیگه این دیوانه است به تمام معنای کلمه اینو دیگه نمیشه ازش گذاشت یک انسان متعادل یه انسان موزون مهربانی نسبت به دشمنان است که مهمه و ارزشمنده و هنر قرآن در آیه 159 سوره مبارکه آل امران انایت کنید رمز پیشرفت پیامبر چه بود؟ که رمز پیشرفت اسلام بود که رمز پیشرفت مسلمانان بود یک کلمه رمز پیشرفت پیامبر و اسلام و گسترش اسلام در مدت زمان کوتاه در اون زمانی که این وسایل تبلیغات و اعلام امروز و این تکنولوژی امروز هم نبود باید یه اسوار یه نامه ای رو بر میداشت حامل پیام پیامبر اسلام میشد روزها شبان روز میتاخت تا به فلان مملکت و کشور برسه نامه رو به اون حاکم یا به اهالی اون قبیله و منطقه برسونه در اون زمان در مدت سه سال جمعیت مسلمانان رو پیامبر به یک میلیون نفر رسان تاریخ نوشته تاریخ اهل سنت نوشته دویس هزار تا 500 هزار هم گفته اند که یعنی <applause> نیم میلیون نفر پیامبر رو چشم در چشم دید ملاقات کردند که اونها را تعبیر میکنند به صحابه چه شد که به این سرعت در این مدت کوتاه اسلام فراگیر شد رمزش فقط اخلاق بود قرآن تصریح داره به تعبیرهای مختلف در جای جای قرآن که فبما رحمت من الله لنت لهم با این رحمتی که از طرف خدا شامل حال تو شد تو نرم شدی برای این انسان ها و مردمان تو مشمول رحمت خاصه خدای سبحان شدی برای مردمان نرم خو شدی نرم رفتار شدی نرم گفتار شدی <applause> ولو کنت فضن غلیظ القلب اگر تو بد اخلاق و بد خو و قسی القلب بودی مانند حکام امروز دنیای امروز خشن و مستبد و دیکتاتور بودی و دائما در گفتارت درشتی می کردی و تهدید می کردی ولو کنت یعنی بداخلاق بدخو ترش بودی غلیظ القلب و قسی القلب بودی انسان رو می کشتند زندان می کردن در حس قرار می دادن و تو در ناز و نعمت با خانواده و زن و بچه و ایل و عشیره و اطرافیان خودت کیف می کردی و تفریح می کردی اگر این گونه بودی قصاوت قلب داشتی رقت و گریه و ناله مظلومان و محرومان تو را آزار نمیداد اگر این گونه بودی لنفض من حولک یا رسول الله مردم از دور تو دور می شدند. ای پیامبر مردم تو دور می شدند. این پیام قرآن است مخاطب قرار میدهد دهد پیامبر رو خداوند سبحان این منطوق آیه است مفهوم آیه چیست مفهوم آیه این است که پیامبر فضل نبود شروع نبود بدخو نبود بداخلاق نبود پیانبر قصی القلب نبود چون قصی القلب نبود و بداخلاق نبود و زبان تهدید و زور رو نداشت مردم گرد او جمع شدن با این حال قرآن میفرماید و خداوند صبحان امر میکند پیامبر رو که فعف عنهم اونها رو ببخش اونا دائما کجی دارند اونا دائما اشتباه دارند اونا دائما ترمپی آزارند اونم آزار پیامبر که آزارش آزار خداست با این حال پیانبر خداوند به پیامبر میفرماید فعف و انهم و استغفر لهم هم اونا رو ببخش اینا گناه کردند که تو را آزردند اینا گناه کردند که درشتی کردند در مقابل نرم خویی تو نه تنها اونها رو باید ببخشی ببخش اونها رو نه اینکه اونها رو به زندان بیانداز نه اونها رو به زنجیر بکش کجا پیامبر زندان داشته اصلا اصلا پیامبر رو مطالعه کنید دوران حکومت سه ساله پیامبر رو پیامبر اصلا زندان نداشته و زندانی نداشته ممکنه فقط در بعضی از مواردی برای رسیده یه بعضی از جرم های بازداشت موقت های چند روزه اونم شاید امیر مومنان علی علیه السلام وقتی به حکومت رسیدن زندانی که داشتن دیوار زندان از نی بود و امیر مومنان گفتن این دیوار رو که میشه و مجرمان فرار میکنن امیر مؤمنان فرمودن من متعمدم در ساختن این گونه دیوارها عمدن دیوار رو از نی درست کردم تا بشکنند و بروند اگر شخصی قرار باشه متنبه بشه همین مقدار که تخفیف میشه سبک میشه نوعی به او توهین میشه او رو بازداشت میکنن کافیه بر تنبه اون نه زندان های عریض و طویل و مخوف و چند ده هزار نفره چندین ماهه و چندین ساله زندان کردن شکنجه کردن در حس قرار دادن اینا شیوه اسلامی و دینی نیست کسی نمیتواند بگوید من مسلمانم و این شیوه و رفتارش باشه این رو قرآن به ما یاد داده سیره پیانبر این رو به ما یاد داده سیره امیر ممنان این رو به ما آموخته نه تنها اینها رو زندان نکن شکنجه نکن بازداشت نکن فعف و انهم ببخششون بخشیدن یعنی حتی از دلت در بیاد دورتی در قلبت نسبت به اونا نداشته باش این بخشیدن این معنای بخشیدن و نه تنها اونها را به ببینید مرحله مرحله، چون اینا گناه مرتکب شدن پیامبر آزاری و مخالفت با پیامبر اذیت و ناراحت کردن پیامبر گناهی است کبیره و نابخشودنی چه در محضر پیامبر با اطاعت نکردن و سخن دروغ گفتن و توهین کردن و حتی حتی در امروزه با سخن ناروا گفتن کسی الان مطلبی بگه با سخنی روح پیامبر رو آزار بده پیامبر حاضر و ناظر بر این دنیا هستند این شخص گناه کبیره مرتکب شده خداوند میفرماید برای اینهایی که تو را آزار داده اند نه تنها اونها را ببخش و سغفر لهم براشون طلب مغفرت کن از من خدا که اونها را ببخشم و سغفر لهم باز ببین مراحل بالاتر رو مراحل بالاتر کلمه کلمه این آیات نورانی قرآن جای سخن گفتن داره دنیای امروز اگر این حقیقت نورانی قرآن رو بفهمه دیگه میبینه اون چی که جلوگری میکنه در دنیای امروز به نام اسلام اسلام نیست این رو باید اولا مسلمانان بفهمند و متخلق به آن بشوند و ثانیا دنیای امروز این به این باور و به این اعتقاد برسه که در دنیای تبلیغات جهانی امروز در جای جای این کره خاکی آنچه به نام اسلام تبلیغ می شود و اون چی که به نام اسلام از رفتار مسلمان ها دیده می شود این اسلام نیست ببینید دستورات کلمه کلمه آیات قرآن رو دارم برای شما عزیزان و مهربان ها می خونن. شما بزرگواران شما بسیاری از شما عزیزان اهل قلمید اهل بیانید اهل علمید شاید سخن من به بسیاری از روحانیون و طلبه های معظم حوزه های علمیه برسه به بسیاری از دانشجویان و اساتید دانشگاه و قشر تحصیل کرده و محقق و دانشمند جامعه امروز ما برسه جایی از کلام من خطاست به من گوشزد بزرگواران کلمه کلمه آیات قرآن رو براتون دارم بیان میکنم اینهایی که پیامبر را آزار دادن اگه آزار نباشد و فعف و انهم معنا ندارد بخشیدن معنا ندارد پس کسانی که پیامبر را آزار داده اند خداوند به اون به پیامبر دستور میدهد آنها را ببخش بعد از آنی که بخشیدی برای اونها طلب رحمت و مغفرت کن که خدا ببخشد اونها را گناه آنها زدوده شود معصیت اونها برطرف شود و مرحله بعد و شاور هم فی و شاور هم فی الامر در امور در کارها در تصمیم گیری ها با اونها مشورت کن نه اونها رو به زنجیر بکش به زندان بینداز شکنجه کن مشورت کن به آنها پیامبر معمور ب... پیامبر معصوم پیامبر معمور مستقیم از طرف خدای سبحان معموریت پیدا می کند برای مشورت با مردمانی که حتی او را آزار داده اند او را ناراحت کرده اند برای مردمانی که نیازمند دعای پیانبرند تا خداوند اونها را بیامرزد و ببخشد تا اینکه این, که این مطلب این پیام جهانی و حقیقی به همه انسانها برسد که حتی پیامبری که معصوم است و ذره خطا و اشتباه و صحب در ذهن و گفتار و عمل کرد و اون جریان ندارد و راه ندارد مأموریت نمیتواند از مأموریتش سوء استفاده کند و استبداد رو و خود رعی را انجام بده و حاکم کنه و بگوید من فصل الخطابم من حرف آخر رو میزنم نه اول باید مشورت کنه با همین مردم با همین مردمان باید مشورت کنه بعد از آنی که مشورت کرد بر مبنای مشورت تصمیم گرفت اگر بر مبنای مشورت بنا تصمیم نگیره که این مشورت عبسه که این باز عوام فریبی العیاز و بالله بگیم خدا میخواد عوام فریبی کنه بر مبنای این مشورت است و بر مبنای علم الهی است که پیامبر اسلام داره بعد تصمیم میگیره حالا که تصمیم گرفتی فاذا انت هنگامی که تصمیم گرفتی فتوکل علی الله با توکل با بر خدا محکم و استوار تصمیم خودت رو پیاده کن ان الله یحب المتوکلین خداوند است که توکل کنندگان را دوست دارند ما کجا و این دستورات اسلام کجا ما کجا و این پیام های نورانی اسلام کجا پیامبر اسلام پیام رسا و جهانی خودشون رو در کوتاه جمله بیان فرمودن و اون رو برای همه انسانها ها تبیین نمودند پیامبر فرمودن انی بعثت لاتمم مکارم اخلاق فقط و فقط یعنی چی مفهوم این جمله مفهوم این جمله پیامبر برای حکومت کردن برای زورگویی برای جاه طلبی برای ستم نیامدن پیامبر فقط و فقط آمدن تا مردم رو اخلاق بیاموزانند آمدن تا عرضش های اخلاقی رو در جامعه تأسیس کنند آمدن مردم رو متخلق به اخلاق نیکو و روش های نیکو و همزیستی مسالمت آمیز و کمک به یکدیگر دیگر عبادت با در راه خدای سبحان رفتارهای صحیح فردی و اجتماعی رو به مردمان بیاموزانند پیانبر برای این آمدند این پیام صحیح و کامله پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم است و اونقدر اخلاق پیامبر به اوج عظمت میرسه اونقدر این اخلاق زیبا و عیم و جذاب و جالب می شود که از زبان خدای سبحان از زبان قرآن این اخلاق مده می شود و آیات اولیه سوره قلم با سوگند و قسم درباره مده مده و سنای اخلاق پیامبر و تعظیم این اخلاق نیکو نازل می شوند میان برنامه کوتاهی رو می بینیم و در ادامه برنامه ادامه سخند رو همراه شما بزرگواران و عزیزان خواهیم داشت تا چند دقیقه دیگه برمیگردم ادامه سخن رو و اینکه مطالبی درباره مطالب دیگه درباره اخلاق پیامبر و سیره و شیوه زندگی پیامبر برای شما عزیزان بازگو خواهم کرد شبکه جهانی سلام اولین تلویزیون ماهواره 24 ساعته مستقل مذهبی و فرهنگی است که صرفا با حمایت مالی و همیاری شما عزیزان تأمین و اداره می شود. بینندگان گرامی شما می توانید کمک های مالی خود را از هر نقطه جهان از طریق کردیت کارت، کارت های اعتباری و یا ارسال چک و مانی اردر به آدرس سلام تیوی صندوق پستی شماره 55 066 شهر ایرواین کالیفرنیا به پستی شماره 92619 ارسال فرمایید معاصیات دو من رو میگیره خودا تو قرآن نوشته و یخش الذین لو ترکو من خلفهم ذريه ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديد تو روایت بعد بد بزنی کسی بکنی به پسر کسی بکنی یک روزی میاد یک کسی رو بد بزنه شما میکنه به پسر شما میکنه تو آیه خدا میگه اگر یک حق یتیمی رو خوردی یه روزی میمیری پسرت نوت نتیجت حق پسرت نوت نتیجت رو یه مردمی میخوره بل یخش الذین لو ترکو من خلفهم ذریتا و خافوا عليهم علیهم الله بل یقول قولا سدیدا دنیا حضرت عیسی بر یک کشته عبور کرد با جماعتی از شاگرداش گفت کرد بهش گفت کیه کشتی که کشتنه یک روزی هم بیاد که قاتل تو را بکشند من به شما قول میدم ولی من نمیدونم من زنده هستم یا مرده یه روزی به شما قول میدم که همون آقای صدام را بکشند مگر خیال میکنید این کارها کارای آسونیه هیچ وقت آدم نباید گرده مست هر چی هم نفس امارش قوی بهش امر بکن همیشه آدم باید گرد طاعت بگرده چون اولا ما یه روزی هست در مستقبل مفتزح میشیم ملعنه بالله آدم معصیت کرده جلو همه این مردم میارمش بگن آقا این زی این پلا، این عم، این اعمالش به رو فهم میکنه هیچ وقت انسان نباید معصیت کنه یکی دیگه تو دنیا خدا بر خدا لازم خیر را پهم کنه شر را هم پهم کنه روایت داره دو تا برادر بودن یکشون مرید امام رضا در مشهد یکشون هم زده امام رزم. این برادری به اون برادر می میگفت بابا این شخص خوبیه نوه پیغمبر اخلاقش اینه قبول نمیکن یه روزی بهش گفت که چرا تو قبول نمی کنی؟ آخه بیا یه از نزدیک اون برادر بده گفت من آدمی هستم متقی پرهیزگار ورعه ورای... ورعه پرهیزگار و من خیلی یقین ندارم که این شخص خلیفه پیغمبر و شخصیت دینی باشه یه روزی حضرت رضا این برادر خوبه پیش حضرت رضا بود حضرت رضا احوالش پرسید گفت ابن رسول الله دعا کنید خدا اون برادر بد من هدایت بکنه یه آدم بیراهیه گمراهیه حضرت بهش گفتن این که چی میگه گفت اون برادر بد من میگه من آدمی هستم ورع متقی پرهیزگار لحاظا نیمیام زیر لبا حضرت رضا حضرت رضا به این برادر خوبه گفتن عین کان و رعوه علا نهر بلخ اگر راست میگه آدم ورع و پرهیزگاریه بر نهر بلخ ورعش کجا بود؟ پرهیزگاریش کجا بود؟ بلخی که از شهرهای افغانستان تا حالا محسی نهرم داره این برادر خوبه یه روزی برادر بدر دید و گفت یه همچین قصه واقع شد و من به حضرت رضا گفتم و حضرت رضا گفتن چرا این با ما زده من گفتم چون آدمی است ورع و متقیم خودش مید. و حضرت رضا گفتن عین کان ورعه على نهر بلخ اگر راست میگه آدم متدینیه دینش اونجا کجا بود میگه اینه که به برادرم گفتم رنگش پرید مثل گچ صورتش سفید شد سرش زیر انداخه تعجب کرد تعجب کرد بعد چه تعجب میکنی؟ گفت واقعش اینه این خیلی این مرد غریبیه یعنی حضرت روا گفت چطور؟ گفت یه قصه ای ما واقع شده بود سی سال قبل بر نهر بلخ و احدی این قصه رو نمیدونه غیر از خدا گفت اتفاقا ما یک کسی زنش به دست من سپرده بود که از فلان شهر به فلان شهر بیارمش سر نهر بل زدیم اون زنم بود شیطان من وسوسه بس کرد و من کار زشت کردم و هیچ کس اینو نفهمید حتی مرد مربوطه به اون زنه نفهمید خلا شد کست خیلی بود بیس سال قبلم امروزه حالا دارن خبر میدن که اینه کام ورعه او علی نهر بلخ مهگاهی از اوقات اوقاتمون ترخ میشه دعا میکنیم مستجاب نمیشه آقا فلان معصیت هر که آدم کرده اون جلو دعا رو میگیره هیچ وقت انسان باید گرد معصیت نگرده اولا پیش مردم مشهور میشه پیش مردم آدم مفتزه میشه یکی دیگه روز قیامت که بدتره حالا دنیا آدم مفتزه هم کسا چیزی میشه حضرت سجاد تو دعاشون میفرمن تفرح تفرحنی می علا سیر اشکار فضحت اونجاست ما باید یادمون باشه همین تقوا همیشه پرهیزگاری همیشه پاروی نفس گذاشتن همیشه طاعت خدا کردن این یادمون باشه با سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند پیامبر اسلام مبعوض به رسالت شدن تا شیوه صحیح زندگی کردن رو به انسان ها بیانند و از خودشون شروع کردند هر آنچه که بیان می هر آنچه می خودشون اول عامل به آن بودند. و قرآن نهی می کند کسانی که گفتارشون با عملشون یکسان نیست و می فرماید لما تقولون ما لا تفعلون چرا آنچه که انجام نمی دهید اون رو می گویید و دیگران رو امر به اون مطالب می کنید اخلاق پیامبر مورد مدح و ثنای فوقلاده قرآن قرار گرفته مدح و ثنای عادی نیست از طرف خداوند صبحان اخلاق پیامبر پیامبر رو با مده و سنای عادی نمی ستاید خداوند تبارک و تعالی در آغاز سوره پس از بسم الله الرحمن الرحیم با سوگند بر قلم با سوگند بران چی که از قلم صادر می شود وسیله ایجاد و تاسیس دانش و ثمره اون وسیله و نتیجه اون وسیله که نوشتنها و سطور هستند با این دو سوگند خداوند سبحان میخواهد مطلبی رو بیان کند خداوند سوگند هم یاد نکنه قسم هم نخوره کلام خداست ذره ای و لحظه ای در اون شک و تردید وجود نداره قطعا و یقینا آنچه خداوند میفرماید همان از تو بس ولی این اهمیت مطلب رو بیان میکنه تا آدمیان بهتر مطلب رو درک کنن و بفهمن بسم الله الرحمن الرحیم نون والقلم و ما یسترون سوگند به نون و سوگند به قلم نون از حروف مقطعه و از اسرار قرآن که باز این پیام رو دارد که مطالب آینده آمیخته است به اسرار و رموز و آنچه که شاید صرف زمان و مکان آدمیان این قابلیت رو نداشته باشه که این اسرار باز بشه و چه بسا در زمان ظهور آخرین ولی خدا خاتم الاولیا و خاتم الاوسیا حضرت مهدی عجل الله تعالی فرج شریف این اسرار برملا بشه قسم به قلم و قسم به آنچه که نوشته می شود ما انت به نعمت رب به مجنون ای پیامبر در پرتو نعمت های الهی و نعمت خاص خداوند سبحان آنچه که مخالفان و معاندان و دشمنان و تنگ نظران تو ادعا دارند تو مجنون نیستی تو دیوانه نیستی این عهد عظیم تو اونها را و این اخلاق بیمانند و عظیم توست که اونها را مدهوش و گیج کرده و کلام صحیح بر زبان جاری نمی کنند و تصمیم دقیق و صحیح نمی توانند بگیرند چون خوی حیوانی بر خوی انسانی اونها غلمه پیدا کرده است و عمل کرد و سخن خود رو صحیح می دانند تو یا رسول الله مجنون می پندارند و ان لک لاجرا غیر ممنون برای تو که در معرض این اتهام قرار گرفته ای خداوند سبحان یک پاداش همیشگی و غیر ممنون و غیر قطع شدنی و غیر منقطع برای تو قرار داده است این پاداش همیشگی و دائمی است برای تو ای پیامبر پس از این مطلب مهم پس از این مقدمه نورانی که ای پیامبر تو مجنون نیستی تو در معرض پاداش عظیم الهی قرار گرفتی پاداشی که این خصوصیت و ویژگی داره که همیشگیه غیر و این پاداش این رحمت این رحمت خاصه همیشه برای تو هست و این نکل علا خلق عظیم تو مالک و صاحب خلق عظیمی تو صاحب این اخلاق نورانی و بزرگ و با عظمت هستی اخلاق فقط خوش اخلاقی نیست خوش اخلاقی یکی از شعبات اخلاقه مجموع رفتارهای صحیحی که در پرتو عبودیت و بندگی الهی در, در, مسیر صحیح و رضایت خدای سبحان باشه اون رو میگن اخلاق تقوا زهد خوشخلقی امانت راستگویی ساده زیستی خدمت به دیگران خدمت به جامعه خیر به افراد و آهاد جامعه همه و همه اینها مصادیقی از اخلاقند که پیامبر فرمود من آمدم برای تکمیل اینها در تاریخ داره که شخصی آمد دوازده درهم به پیامبر اسلام یه داد پیامبر دوازده درهم رو دادند به امیر مؤمنان علی علیه السلام و فرمودند برای من پیراهنی تهیه کن امیر مؤمنان آمدند بازار پیراهنی تهیه کردند برای پیامبر با اون دوازده درهم پیامبر رو پیام آمد خدمت پیامبر و پیراهن رو تقدیم کرد پیامبر پیراهن رو دیدند من پیراهنی زیبا خوب ولی من اهل استفاده از این چنین نعمتهای الهی نیستم لباس فاخر رفاه رفاه نسبی که در این دنیا قرار داده شده اینا نعمت های الهی هستند حتی پیامبر از حلال این نعمت های الهی به طور پور و کافی استفاده نکرد فی حلال ها حساب و فی حرام ها عقاب، این واجه ها این دستورات نورانی متاسفانه فراموش شده در دنیای امروز ما اسلام پیامبر کجا و اسلامی که امروز ظهور و بروز داره کجا فرمودند یا علی اگر میشود این پیراهن رو برگردان اگر فروشنده میپذیره او را پس بده امیر مومنان برگشتند به بازار پیراهن رو پس دادند و فروشنده پذیرفت پول رو برگردان ببینید در جای جای این قسمت های تاریخ درس است و عبرت اولا خریدار اگر میخواد جنس رو پس بده با اخلاق با درخواست اینکه اگر شما مایلید اگر صلاح می‌دونید، اگه براتون امکان داره این جنسی که بنده خریدم پس بگیرید این شیوه سخن گفتن سخن گفتن اسلامی صحیح فروشنده هم بپذیره نه اون چی که متاسفانه در جامعه امروز ما وجود داره و فروشنده ها بر مغازه های خودشون می نویسن جنس فروخته شده پس گرفته نمیشه اگرچه شاید از نظر شرعی این رو داشته باشه ولی تنازل از حق کمک به دیگران تنازل از اون اختیاری که حتی شرعا در اختیار ما قرار داده شده برای خوشحال کردن دیگران این رفتار و خوی اسلامیه پیام امیر مومنان علی علیه السلام خدمت پیامبر آمدند و مبلغ رو تقدیم کردند بر خودشون برخواستند و فرمودند یا علی بیا همراه هم به بازار بریم برای تهیه پیراهن آمدن پیراهنی برای خریدن پیراهنی دیگه در راه که می آمدن به طرف بازار و محل فروش پیراهن پیامبر دیدند یک کنیزی کنار راه نشسته گریه میکنه پرسیدن چرا گریه میکنی ناراحت چیه باز پیامی دیگر از این تاریخ گریه دیگران ناراحتی افراد جامعه غم و اندوه دیگران گرفتاری ها استراب ها استرس ها گریه کردن ها ناله ها احتیاج افراد جامعه باید ما رو متاثر کنه ما رو متوجه خود کنه اینکه ما بی تفاوتیم در مقابل همه این ناهنجاری ها و مشکلات مردمان این بیتوجهی ما نشانه بیدینی ماست نشانه این است که ما مسلمان به معنی واقعی کلمه نیستیم پیامبر سوال کردن باید سوال کنیم باید غمخار دیگران باشیم باید درد دیگران ما را به درد بیاره غم و اندوه و حزن دیگران ما رو محزون کنه پیامبر سوال کردند که چرا ناراحتی چرا محزونی اون کنیز گفت چهار درهم ارباب و مولای من و صاحب من به من داده بیام برای خرید چهار درهم رو گم کردم. پیامبر چهار درهم از اون دوازده درهم دادند به این کنیز. راه رو ادامه دادن، رفتن برای بازار. پیراهنی تهیه کردند. به مبلغ چهار درهم از بازار خارج شدند دیدند کسی کمی دورتر ناراحت گریه میکنه اوریان لباس نداره چرا ناراحتی چرا گریه میکنی لباس ندارم پولم ندارم برم تهیه کنم پیامبر همون لباس رو به اون شخص باز پیام دیگه که قرآن میفرماید انفاق کنید از آنچه چی که خود دوست دارید مما تحبون انفقو مما تحبون انفاق کنید از آنچه چی که دوست دارید این تعبیر در روایات در روایات ما مختلف آمده انفاق کنید از اون چی که دوست دارید نه اینکه این, این وسیله ای که دیگه در منزل کار کرده ازش احتیاج دیگه احتیاج نداریم اون لباس هایی که میخوایم بریزیم دور لباس هایی که, که کهنه و مندرس شده از اون چی که دوست داریم به دیگران انفاق کنیم باز پیام اسلام پیامبر برای اتمام و تبیین و تبلیغ این اخلاق مبعوس به رسالت شدند پیراهن رو دادند برگشتن به بازار پیراهنی دیگه تهیه کردند با چهار درهم سوم برای خودشان برگشتن به طرف منزل باز وقتی می آمدند به همون جایی که کنیز رو دیده بودند رسیدند دیدن باز کنیز نشسته و گریه میکنه چرا گریه میکنی؟ گفت برای من پول رو گم کرده بودم خب با تأخیر رفتم برای تهیه مایحتاج مولا و صاحب و ارباب خودم الان میخوام برگردم تأخیر کردم میترسم میترسم ارباب و مولایم مرا آزار بده اذیت کنه مرا تنبیه کنه پیامبر فرمودن همراه تو میام پیامبر و امیر مؤمنان همراه اون کنیز برای وساطت به در خانه اون صاحب نیز رفتن صدا زدند السلام علیکم یا اهل دار ای اهل خانه سلام بر شما جواب نیومد بار دوم السلام علیکم یا اهل دار ای اهل خانه بر شما سلام جواب نمیاد بار سوم پیامبر سلام کردن صاحب خانه جواب داد آمد در رو باز کرد پیامبر فرمودن چرا چند بار سلام کردم صدا زدم جواب ندادی اون شخص گفت من همون اول متوجه صدای شما شدم آنقدر این صدای شما آوای شما دلنشین و زیبا بود جان و روح مرا صفا می بخشید می بیشتر بشنوم این گونه عاشق پیامبر اسلام بودند مسلمانان چرا چرا عاشق پیامبر اسلام بودند در اون آیه گذشته آیه 159 سوره آل عمران براتون بیان کردم این اخلاق نیکوی پیامبر بود که همه را مسحور خودش کرده بود همه عاشقوار مجنونوار گرد شمع وجود پیامبر میچرخیدند تاریخ داره پیامبر وضو می گرفت نمی گذاشتن قطره از اون وضو بر زمین بیاد لذا فرستاده های دیگر کشورهای کافر و مشرک که آمده بودن برای تحقیق وقتی برگردن برای حاکمان خودشون گفتند با این امت با این پیامبر با این شخص با این حاکم کشورهای اسلامی کشور اسلامی ما نمیتوانیم بجنگیم پیروانی دارد همانند پاره های آهن محکم و استوار و معتقد و وضو می گرفت این حاکم برای عبادت این دوستان و پیروان نمی گذاشتن حتی قطره از اون بر زمین بیاد برای تبرک می گرفتن به سر و صورت خود و جان و روح و جسم خود رو متبرک می کردن به قطرات وضوی پیانبر اسلام گفت یا رسول الله میخواستم بیشتر صدای دلنشین شما را بشنوم. پیامبر فرمودند این کنیز آمده بود برای خرید برای بازاری پولش رو کرده بود می ترسید برگرده باز پیامی اخلاقی دیگر به زیردستان دستان خودمون با رحم و شفقت و مهربانی رفتار کنیم اگر خطایی از اونها سر میزنه اونها را ببخشیم طوری عمل نکنیم که اگر خطایی از اونها سر زد اونها بترسند از اطلاع یافتن ما نسبت به انجام خطای اونها اگر صاحب این کنیز خوش و خوش رفتار بود خب این کنیز تأخیر کرده بود دیگه جا نداشت که بترسه چرا میترسید؟ چون بدخویی ارباب خود و صاحب خودش رو میدانه است پیامبر فرمودن او میترسید که برگرده آمدن وساطت کنم او تعمدن خطایی و اشتباهی از او سر نزده پیامبر اسلام این وساطت رو کم دادن اون شخص صاحب کنیز گفت به برکت قدوم نورانی شما که تشریف آوردید به در خانه من این کنیز رو در راه خدا آزاد کردم اگر ذره ای شاید کجی و در رفتار برخی از مسلمانان نمودار میشد پیامبر در مقام تصحیح و تعدیل آن بر می آمد و آن مسلمان را به راه راست در مسیر صحیح قرار میداد حالا ببینید با این اخلاق نورانی و بزرگ اون منافقانی که قلبشون سخت و شیطانی بود و سالیان دراز اخلاق نیکو را دیدند باز تسلیم هوای نفس و شیطان شدند ببینید چه پس مردمانی بودند پیامبر اسلام برگشتند به طرف منزل همراه امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمودند به عمر خود در طول عمر خود دوازده درهم با این برکت این اندازه پر خیر و برکت ندیده بودم دو اریان را پوشاند و کنیزی رو را در راه خدا آزاد کرد اگر به دنبال مال و ثروت هم تو این دنیا هستیم به دنبال مال و ثروت با برکت باشیم نه اینکه از هر راهی با هر نوع کلاهبرداری و بازی و ظلم به دیگران و مال ایتام و بینوایان رو خوردن چند درهم و دینار و دلاری رو جمع کنیم و وزر و وبال خودمون و خانوادهمون باشه این مطلب و این مبلغ و این مال و ثروت و این ظلم و این ستم در این دنیا و پاسخگویی که راه مفردی جز عذاب الهی در آخرت هم نخواهد داشت برای همیشه به دنبال ما باشه و در پرونده ما باشه امیدوارم خداوند صبحان به ما توفیق بدهد بیشتر و بیشتر با اخلاق نورانی پیامبر اون هدف نهایی و قایی و اصلی پیامبر مبعث پیامبر آشنا بشیم و دنیای تشنه و گمراه و دنیای گرفتار این همه استراب ها و ناهنجاری ها را به نجات دهیم ان شاء الله اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم خدایا در فرج ولی نعمت ما امام زمان ما تعجیل بفرما خیر دنیا و آخرت به ما کرم بفرما بیماران دردمندان ملتمسین دعا شفای عاجل کرم بفرما ما و فرزندانمون نسلا در نسل تا قیامت از قرآن اهل بیت را جدا مگردان زندگی و حیات و ممات ما را همراه زندگی و حیات و ممات اهل بیت اسمت و تهارت صلوات الله علیهم اجمعین قرار بده اللهم صل على محمد و محمد و عجل فرجهم اللهم لعن اول ظالم من ظلم حق محمد و محمد و آخر تابع له على ذلك اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين و شايت و و على قتله اللهم عنهم جميعا اللهم لعن قاتل فاطمة الزهراء سلام الله عليها بدرود تا دیگر برنامه ای که در خدمت شما بزرگواران باشم همگی شما را به خدای سبحان می‌ذارم می سپارم التماس و دعا و سلام علیکم و رحمت الله و برکات و انتصاب عملکرد خود به صوحت مقدس دین سوی دیگر برنامه ای که به تبیین مبانی عقیدتی و تشریعی و اخلاقی دین بپردازد بیش از هر زمان دیگری ضروری می‌نماید در این مسیر و با استعانت از خداوند تبارک و تعالی و در پرتو آموزه های متعالی اهل بیت سلامات الله علیه اجمعین و سیره نظری و عملی زباد مقدس معصومین سلامات الله علیه اجمعین برنامه با عنوان بر مدار دیانت از شبکه جهانی سلام تقدیم شما بینندگان و همراهان گرامی خواهد شد بر مدار دیانت تلاشی رسانهای برای تبیین و تشریح آموزه‌های اسلامی در عرصه گوناگون فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بر مدار آموزه ها، تعالیم و سیره عملی اهل صلوات الله علیه مجمعین و در راستای اراحی نگاهی نو به مقولات روز جوامع انسانی بسم الله الرحمن الرحیم مدیریت و کارکنان شبکه سلام هیچ گونه مسئولیتی در قبال مطالب مطرح شده از طرف سخنرانان، برنامه‌سازان، میهمانان، اتخاذندگان و مکالمات تلفنی بینندگان ندارند. Disclaimer The management and staff of Salam TV are not responsible for the views and opinions of the speakers, guests advertisers and colors to a life programs